به نام خالق یکتا و بیمتا، درود و سلام فراوان بر تمام هموطنان عزیز ما. خدا کنه که همه شما همراه اعضای خانواده تان دارای صحت کامل باشید. صحتمندی سلامتی همه شما آرزوی تمام کارکنان برنامه مرگ است. به همین امیدواری که تمام شما دارای صحت کامل هستین، برنامه امروز را آغاز میکنیم. در ابتدا میریم مواد لازمه را از روی صفحه تلویزیون نوت میکنیم. بازم با ما باش. مواد لازمه پکوره کدو: کدوی سبز 2 عدد، نوش پیاز نیم دسته، سیر 5 دندانه، مرچ تازه 2 عدد، تخم مرغ 3 عدد، روغن به قدر ضرورت، نمک به قدر ضرورت. مواد لازمه چتنی: بادنجان رومی 2 عدد، مرچ تازه 1 عدد، سیر 5 دندانه، گشنیز تازه نیم دسته، سرکه 4 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق چایخوری. ببینید بسیار موادش کم و یک چیزی که بسیار خوب و یک چیزی که نو آماده میشه. قسمت سر کدوره گرفته و کدوره هسته روشن میکشم، البته هست خانی کلانترش. و همیشه گفتیم که ترکاری برای همه ما شما بسیار فایده زیاد داره، خصوصا کدوی سبز. کسایی که فشار خون بلند داره کوشش کنند که کدوی سبز به شکل خام مثل بادرنگ رو نوش جان کنند، و کسی که ضربان قلبشون بیشتر است همیشه کوشش کنند که از کدوی سبز به شکل خام استفاده کنند. انشاءالله تکلیفشان رفع میشه. تراشه پیش ماست جام سیرم هست خانی خوردش میتاشون می تراشه ها بسیار خوب شده، کار آسان ساخته، به خاطر که بعضی کسا مثلا خانهشون دو منزل است، سه منزل است یا دو آپارتمان زندگی میکنن، به خاطر میده کردن سیر از اونگ استفاده کنن حتما همسایه پایین اذیت میشه. خوب میرنده ها بسیار خوب است که بدون سر صدا میتونیم که سیر هست تراشه بکشیم. تراشه کشید میره دوباره به ظرف میمونم، به خاطر که هیره یک جالی مندازم که حوضی باید بره. چون کدو زیادتر هوا میکشه باید تیره یک جالی مندات چند نقبانیم تا مکمل هاوش بره. هیره کمک کمک که فشار میتیم که تا حوضی بیرو برایه. ایره چند دقیقه می حالت می مونم که آیست آیست ها بزی. یک مقدار نوش پیاز تازه سیر ریزه می کنم. نوش پیازم نازک نازک ریزه میکنم. یک قسمت کم سبزی نوش پیازم ریزه میکنم، به خاطر که یک ذائقه که بسیار خوبم داره و در داخل پکوره شکلش هم معلوم میشه به خاطر که سبز است. دو عدد مرچ تازه سیرم ریزه میکنم. تخمای مرچم کشیدم. سه عدد تخم مرغ است. بیا مشکل هم.
سردی و سفیدیش خوب با هم مخلوط میکنم. سیره که بیشتر از رنده کشده بودم میرم اضافه میکنم. نمک اضافه میکنم. کنیم قاشق نمک اضافه کرد. کوشش کنین که زردی و سفیدی رو خوب با هم مخلوط کنین که یکمه که چسب یا آغاز پیدا کنه. بعدا باز تکاریه رو که زرد کردین دوی نزی اضافه میکنم. نوش پیاز هم رای مرش تازه ریزه کردیم میره اضافه میکنم. بازم یک برگ دیگه کمی که زور فشار میکنم که اگر آب مانده باشه خوابش مکمل بیرون میشه. با یک جولی پرتی نیره آبش رو بکشین یا دلو یک دسمالت ممکن که اول جذب کنه در بینش پرتی خوب فشار بدیم که مکمل اول زیر جذب کنه. باز بعدن بالای تخم اضافه کنم. ایره همراه دست انوار نمیکنیم، فقط کرایی را میمونیم روغن گرم شد و همراه قاشق آیسته آیسته ایره در بین کرایی اضافه میکنیم. باز همراه پشت قاشق ایره کمک فشار میدیم تا شکلکه منظمه بخواد بگیره. بدون از اینکه هارد اضافه کرده باشیم به این شکل میتونیم ایره یک پکاره که بسیار خوب مزدار آماده کنیم. خوب مخلوطش کنیم. تخم پذیر بالای حرارت منقل میذارم. یک مقدار روغن اضافه میکنم. ایران روی قاشق اضافه میکنم به کرایی. حرارت کم میسازم. روغن که گرم شد حرارت کم میسازم که تا آهسته آهسته ای پخته شود. اگر حرارت زیاد باشه دفعتا روش میسوزه و مغزش خام میمونه. اینا را هایست هایسته که پشتش کمک گلابی شدیره و کمک دو کبگیری راستا کرده پشت بیر میکنم. چون تخم داره ای کمک در روغن که این اضافه میکنیم کمک کف میکنه. کدام فرق نمیکنه چند دقیقه بود کمک خود گلابی کرد بازم کفایش رو میسوزن.
حرارتش متوسط ماندی. آهسته آهسته ای خود ساخت سازه. پخته کردن این پکوره کمک مشکل است به خاطر که کدو هاو میکشه این کمک از پیشتن توتان شه اگر باز کدام مشکل پیدا کردین میتونین یک دو قاشقک آردش اضافه کنین اما بدون آرد بسیار مزه‌دار و خوبش میآید به حساب خالص میآید کدو پکوره تمامش پخته شده یک چتنی یکم آماده میکنیم دو عدد پنجره میره ریزه کردیم داخل مخلوط کنند داختیم پنج دندان سیرم اضافه میکنم با یک مقدار گشنیز تازه یک چتنی بسیار مزداری آماده میشه ما مرچ تازه یک دانه انداختیم اگر شما خوش داشتین زیادتر میتونین پرتین اگر اینکه خوش نداشتین هیچ مرچ نپرتین به اندازه 4 قاشق هم سرکه اضافه میکنم و یک قاشق هم نمک داشت میدازم بسیار یک چتنی مزدار خوبش یا مختن آماده میشه چتنی آماده شد دیدین در ظرف یک دقیقه یک چتنی شما آماده کرده میتونید بعض دوستا سوال میکنه که همین مخلوط هم در خانه ما نیست ما دفعتا در ظرف یک دقیقه چه قسم چتنی رو میده کنیم میتونین از ماشین گوشتان بکشین هیچ کدام مشکل نداره یک چند دانه گشن چم اضافه میکنم بینندگان عزیز ای بود پکوره کدو که امروز آماده کردیم خدا کنه مورد پسند شما قرار گرفته باشه و شما هم در خانه هایتان آماده کنین و همراه اعضای خانواده هایتان نوش جان کنین